دوستای عزیز سلام، امید شما خوب باشین در هر جای دنیا که هستین، با جمله اعضای فامیلتان دور از مرزها و گزنهای زمینی و آسمانی باشین. خوب، ما امروز میخواییم بر شما یک شلغم بتا آماده بسازم، البته به شکل سابق یا قدیما. و موادایی که بر از این شلغم بتا ما استفاده میکنیم، اول تقریبا ما 2 کیلو شلغم گرفتیم، 1.5 دانه پیاز سفید است که برای آماده نمودن شلغم استفاده میشه، 1.5 دانه پیاز برای یخنی لندی که البته ما از گوشت لندی شلغم بتر استفاده آماده میسازم امروز، و این هم یک مقدار گوشت لندی است که ما قبلا ششتیم و تقریبا 3 ساعت است که داب گرم تر کردیم، و تقریبا 3 گلاس هم برنج دبل است. و از بوری نسوری در سابق مردم از گر استفاده میکردن، ولی ما چون فعلا گر به دست راسم نبود، از بوری نسوری که 1 کپ دیش مفته و زرچوبه مفته، ترمرک البته ای به شلغم استفاده میشه، مرچ سیاس، مرچ سرخ و نمک، و هیچ هم 2 دیگه قبلا ماندیم که یکی را بر شلغم و دیگه شک گوشت لندی را ما یخنی می سازیم. خب دوستا، در شروع ما اول لاندی را یخنی می سازم و بعد از او سالند شلغم آماده نموده و بر شما نشان می تم البته که به کدام طریق ما خودم آماده می سازم. دوستا خوب، ما فعلا گوشت لاندی را به داخل آب علاوه نمودم و می را می گذارم که خوب سر جوش بیایه، بعد از او آبش دور ساخته و دوباره آب گرم سرشلاوه میکنم امرای امونیم دانه پیاز را که میده کده بودیم با کم نمک، مرچ سیاه، تخم گشنیز، و بعدا بر شما نشان میتم طریق آماده کردن شلغمه. خب دوستا، حالا ما امی آب لاندی رو یک بار جوش دادیم، آبش رو دور کردم به خاطر که امو یک ذره نمک اینا زیاد داشت. اینا حالا این قسمت دوم است که آب دوباره گرم مثل شلاوه کردم و حالا امی 1.5 دانه پیاز را که میده کرده بودیم بالای زی علاوه میکنم، بسیار کم مرچ سیاه مندازیم به خاطر که امی یک ذره خوشبویی رو به طعم یخنی ما بیاره، البته تقریبا 1 قاشق میشه، و رد چلی خو پسان استفاده میشه، زرچوبان پسان، نمک نمندازیم، بعدا میبینیم اگه ضرورت باشه بسیار کمه، و یام کمه تخم گشنیش تقریبا 1 قاشق مندازیم، البته 1 قاشق چای خوری. حال دوستا سرپوش میمونیم که لاندی جوش بخوره نرم شوه، و بعدا ما بر شما باز نشان میتم که از یخنی لاندی هم به سالند شلغم استفاده میکنیم و هم بر بته که آماده میسازم به اون مکم از آب یعنی یخنی لاندی رو سرش علاوه میکنم. دوستان، ما همی یخنی رو به اون طرف داشت میمانیم، دیگر میارم به این بغل که شلغم آماده بسازم. کم مقدار تقریبا 4 قاشق نانخوری یا غذاخوری روغن آلف استفاده میکنیم. Thank you.
دوستای عزیز، حالا ما پیاز میمانیم که کم گلابی شوه، بعد از او باز براتان نشان میتونم که به چی قسم ما همین سالند شلغم آماده میسازم. دوستا، به شلغم بتی که ما تیار میکنیم، همیشه شما سالند شلغم که آماده میسازین حتما باید زنجبیل داشته باشه، که ما تقریبا دو توته زنجبیل است و یک دندان سیر به ای اضافه میکنم. از این بوره استفاده میکنیم. در قدیم خود در افغانستان از گر استفاده میکنن در وقتی که شلغم بتا آماده میساختن، ولی حال چون ما گر به دسترس نداشتم، از این بوره نسوری گرفتیم که از این تقریبا ما 1.5 کپ استفاده میکنم. دوستا، آل فعلا بعضی ها در شلغم البته بانجان رومی هم استفاده میکنن، اما من استفاده نمیکنم. طریق غذایی را که من آشپزی میکنم و آماده میسازم برای شما دوستا، همیشه کوشش میکنم که به سبک قدیم باشه، که البته در قدیم به مو قسم اصیلی که غذای افغانی آماده میشد، من میخوایم هینن به مو شکل آماده بسازم غذای افغانی را. چیز دیگه مثلا نو دیش اضافه نمی کنم به مو طریق. و به قدیم شلغم بته که استفاده آماده می کردن، مادر جان ما خداوند ببخشه جنتا جایش باشه، که همیشه آماده می کرد شلغم بته از لندی، خصوصا در زمستان زیادتر گردش استفاده می کرد و بانجان رومی اصلا نمی انداخت و زنجفیلش زیادتر می انداخت، می گفت فایده داره برای صحت. ما به مو طریق مادر خدا بیامرزم شلغم بته را بر شما امروز به مو طریق آماده می سازم. که اونا فقط پیاز که رنگش طلایی شده بود، باز مادر جانم شلغم سرش علاوه میکرد و بعدا یک کم مرچ سرخ علاوه میکرد دهیش، زرچوبه منداخت و باز زمین زنجفیل و یک دندانه سیره که آماده کردیم او علاوه میشه سرش و کم آب مانده میشه که پخته شوه. وقتی که نرم میشد شلغم، بعد از او مادرم گره دیش اضافه میکرد، البته گره میده میکرد سرش منداخت و مال بوری نسوری رو با سرش علاوه میکنم و بعد از او باز لاندی رو جدا مادرم یخنی میکرد، کم از آب یخنی رو به شلغم علاوه میکرد و بعد از او گوشت لاندی رو سر شلغم در وقت آخره که شلغم بخی پخته شده بود گوشت لاندی رو سرش علاوه میکرد. شلغم ما قبلا میده کردیم، پوست کردیم، حالا فعلا سر پیاز اضافه می سازمش. دوستان، من بسیار کم نمک علاوه می کنم، بسیار کم، ببینین به این اندازه، بخاطر ازی که ما به شلغم بوره مندازیم و مرچ مندازیم نمک ضرورت نداریم. مقصدم قدر که میگن بسیار کم باید به دیگ باشه. و آل یک قاشق زرچوبه مندازم، یک قاشق مرچ سرخ مندازم، البته مرچ خانگی است، خودم به خانه تیار کردیم، آماده ساختیم، مساله دار است. این مرچ دوستا به دلخواه خودتان است، اگر میخواین مثلا که زیاد تند بیایه مرچش زیاد بندازین، اگر میخواین که کم تندیش باشه مرچش کم تر پرتین. و نیم قاشق مرچ سیادهش اضافه میکنم. برای 5 دقیقه دوستا میمانیمش که خوب یک ذره هم موادات داخلش حل شوه. و هیچ هم دوستا گوشت لاندی میجوشه، حال جوش خوردن است. در چوبه را من بعدا وقتی که یک مقدار آب شد جدا کردم برای بته، بعد از او باز کم زرچوبه و مرچ سیاه سرش علاوه میکنم.
آله به خاطر زرچوبن انداختم که باز رنگ بته ما باید سفید باشه، سفید نمیایه چون زرچوبه رنگ میتیش، رنگش کم زرد رنگ میایه، به او خاطر آله من علاوه نم. خب دوستان، من یک مقدار آب که تقریبا نیم کاسه میشه جدا کردم برای یخنی، برمی بته که تیار میکنیم. آله من به آب یخنی ما البته یک ذره زرچوبه علاوه میکنم دوستان، کم مرچ سیادش علاوه میشه به خاطر کمی آب یخنی که جور میکنیم از لاندیره باید خوشمزه باشه، طعم خوب داشته باشه، به او خاطر حالا من زرچوبه و مرچ سیاه علاوه کردم سرش. خب دوستا ببینین به این شکل. دوستا حالا من وقت رسیده که باید زنجبیل و سیر اضافه کنم. حالا کم آب جوش اضافه میکنیم. اما قدر آب اضافه میکنیم دوستا که یک نیم ناخون از سر شلغم باید بالاتر باشه. خب دوستا میبینین شلغم حالا به این شکل شد. آب در سر شنقه به او اندازه اضافه میباشه و ایره میمانیم تا شلغم ما وقتی که نرم شد آبش کموار خشک شد بعدن باز ما سرش بوره را علاوه میکنیم و یا اگر گر داشتین باز گر علاوه کنیم و ایجام لاندی دال جوش خوردن است. ببینید دوستان شلغم به این شکل آمده، بسیار خوب شده. حالا من می بوره را سرش علاوه میکنم. من زیاد شور نمیتمش به خاطر از اینکه نمیخوایم که شلغم ها بسیار زیاد تمی شلغم مکس شود، یعنی بسیار مثل مشبت دوبار شود. به این شکل دوستا شور میتن بوره را دهیش. ببینین بسیار خوب سر روغن آمده، سر پوش سرش میمانم و فقط 5 دقیقه دیگه کار داره که شلغم بخی پخته شود، بعدا باز ما بر شما آماده میسازم بتره و لاندی ما دال جوش خوردن است. لاندی همیشه دوستا وقتی که شما شلغم آماده میسازین دیدین که پخته شد به این شکل دیگه شور بتین، با کمگیر یا تنبخش چیز شور نتین که باز بسیار زیاد نرم میشه، فقط به این شکل که باید شلغم را که ما شما بر روی بته میگذاریم باید کم زنده باشه. دوستا ببینین هیچ حاجت به بنجل رومی نیست که شما رنگش توسط بنجل رومی سرخ بسازین، چقدر یک رنگ آلای خوبش آمده. خوب دوستا آل آب به جوش آمده و من برنج سرش علاوه میکنم که بته آماده شوه. دوستا همی یخنی لاندی را که مجدا گذاشته بودم او را حال سرش علاوه میکنیم. بسیار کم نمک به این اندازه و کم روغن اضافه میکنیم. شما میتونین دوستا که بتره به دیگ بخارم آماده بسازین و به دیگ آدی هم میتونین. حالا سر پشت سرش میمانیم که بخته شود. خوبی جام دوستا شلغم آماده بود، گوشت لاندی نرم شده، آلیر ما سرش علاوه میکنیم. به این شکل البته پیازا رو متوجه باشین دوستا که پیاز دهش اضافه همین پیازا رو ازش بدور بسازیم.
خب دوستا لاندی با شلغم یک جای شد، واقعا بسیار طعم خوبی. ببینین بتا چقدر آلا آمده.